به نام خداوند بخشاینده و مهربان، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید صدقه فطر پاکننده روزدار از سخنان بیهوده دو دشنام می باشد و طعام از برای مساکین. پس فقرا و مساکین بزرگترین اشخاص هستند که برایشان صدقه فطر داده شود. سلام و عرض ادب دارم به همه بینندگان محترم برنامه رمضان ماه تغییر. امیدوار هستم در هر جای دنیا هستید خوش و خرم و سرحال باشید. مهمان برنامه ما جناب استاد محترم نورالله امینی با ما هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات جناب استاد محترم، خوش آمدید. علیکم السلام، سلام بر شما و همکارانتان و روزدارانی که ما را از طریق میبینند. تشکر استاد محترم. استاد، موضوع برنامه ما صدقه فطر، به ما میشه بگین صدقه فطر چی معنا و مفهوم داره؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، یک صدقه است یک فطر، هر دو جداگانه معنا دارد. صدقه به معنای اعطا و بخشش، دادن مال به فقرا. چنانچه قرآن کریم واقع حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش میارد که اونها همراه خود چی نداشتند، پول نداشتند. از حضرت یوسف خواستند که با ما بدون پول باید بتی و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. لذا دادن مال است به مستحقین. و فطر، صدقه که برای فطر است، معناش این است که زمانی که مسلمان ها روزه میگیرند، روزه را افطار میکنند، قبل از باید یک صدقه بتند. اما صدقه را صدقه فطر میگن و در اصطلاح دادن مال به فقرا و مساکین به خاطر دو هدف. یکی این است که رضای الله تعالی را حاصل کنند، چون عبادت است، در هر عبادت نیت رضای الله است. و دوم تا اینکه کمک به فقرا و مساکین شود. اینمی دادن مال بعد از اینکه ما این بار رمضان به طرف ختم می رود به فقرا و مساکین، این را می گوید صدقه فطر. تشکر استاد محترم. استاد، میشه با ما بگین حکمت های صدقه فطر یعنی چی؟ حکمت صدقه فطر را در روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه آمده است، سه چیز بیان کرده است. یکی فرمودند که طهرتون لصائمی، برای پاکی روزدار هاست. روزدارها را پاکش ازی است من اللغو و رفسی. امی خلاف آداب روزه کدام روزدار در دوران روزه خود مرتکب شده باشد، مثلا غیبت کرده، مثلا خواب کرده، ذکر نکرده، گاه نمازش قضا شده، گاه قیام لیل نکرده، این همی مشکلات هایی که خلاف آداب روزه شده، این همی را برای پاکش است، روزه را مکمل میکنه، پاک میکنه، اما کیفیت شد مکمل میکنه. مثل که زکات حکمتش به فقرا که داده میشود، حکمتش این است که پاکی مال است برای صاحب مال. و صدقه فطر هم حکمت شمی است که پاکی روز است، آنچه که خلاف آداب روزدارها مرتکب شده. تشکر استاد محترم. استاد، مقدار زکات فطر یا صدقه فطر چقدر است؟ اندازه از آنچه که در روایت ها آمده، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه می فرماید با ما امر کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم از خرما، از جو، از کشمش، از برنج و آنچه که خوراکباب انسان هاست ببتیم. اندازه از 2.5 کیلو شروع می شود. آردم از گندم هم از 2.5 کیلو. تنها جو و خورما آمده که نیم سیر که تقریبا 3.5 کیلو می شود، این اندازه است. و کیبتا اینجا یک مسئله است، کیبتا نصاب شرط نیست نزد اکثر علما. هر کسی که، هر مسلمانی که در خانه خود زندگی میکنه، از اندازه ضروریات خانه خود اضافه چیزی داشته باشد، باید صدقه فطر خود با فقرا و مساکن بدهد. تشکر استاد محترم. استاد، چی زمان صدقه فطر واجب میشه و برای کدام اشخاص؟ بله، صدقه فطر از همه شروع ماه مبارک رمضان به تجایز است. اما هرگاه شب 30 روزه مکمل شد یا 29 بود ما پوره شد، صبح اعلان شد که عید است، این همه شب واجب می شود. قبل از رفتن به طرف عید یا قبل از خواندن نماز عید
باید یک مسلمان روزدار از طرف خودش و از طرف هر یکی از اعضای فامیلش اندازه که ذکر شده 2.5 کیلو گندم یا 2.5 کیلو آرد که لحاظ با فقرا مساکن بپردازد واجب است. بعد از اید اگر میدهد، اکثر علما به این میگن که صدقه فطر ادا نمی شود، تنها ثواب مطلق صدقه نفلی را میگیرد. تشکر استاد محترم از حضورتان در این برنامه. بینندگان محترم، این بود برنامه ما که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، الله نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.